چند مسئولیتی عمده داریم در برابر قرآن اول من حیث مسلمان مسئولیم که ایمان درست به قرآن داشته باشیم بسیار از ما مسلمان ها شبیه بنی اسرائیل متاسفانه در باب ایمان به قرآن افتو منون بی بعض کتابی و تکفرون بی بعض اون که به نفع ما باشه در قرآن به ایمان داریم باور داریم دفاع میکنیم جایی که به ضرر ما باشه قبول نمیکنیم ما یک مثال بدم در باب ازدواج همه آیات ازدواج قبول داریم اما در باب طلاق که میرسه برای خود ننگ میدانیم ننگ مگر همه خدایی که دستور به ازدواج داده دستور به طلاق نداده گفته اگر تفاهم نکردیم جنجال بود زندگی با هم نمی ساختیم جور در نمی آمدیم بی معروف و بی احسان یا به خوبی بعد زندگی کنیم یا به خوبی هم دیگر راه بکنیم در باب میراس بچه من آیات قرآن قبول داریم در باب میراس دختر من قبول نداریم در حالی که هر دو از طرف یک خالق است یک ای اوجی بی ایمانی رو به قرآن نشان میده وقتی میگیم حق قرآن است که به او به معنای واقعی ایمان بیاریم یعنی ادخل و فصل مکافه و تمام معنا نه که بخشی قبول بکنیم بخشی قبول نکنیم اینجا رو قبول داریم که بله برای بچه ایمان همسر خوبی باید انتخاب بکنیم ولی اونجا را قبول نداریم که برای دختر هم اجازه بدیم که برای شوهر خوبی انتخاب بکنه در آینده یک بخشش قبول داریم اما او بخش دیگرش قبول نداریم لا یحل لکم من ترثوا النساء کرم ده مورد شما در قرآن میبینید بنان حق قرآن است این مسئولیت ماست که باید به قرآن به معنای واقعی درست ایمان بیاوریم وقتی که درست ایمان آوردیم قبولش کردیم باز درست تطبیقش میکنیم در زندگی در قدم دوم مسئولیت هر مسلمان از قرآن یاد بگیریم درست بفهمیم در قدم سوم بعد از یاد گرفتن فهم قرآن است کوشش کنیم بفهمیم این قرآن شما باور کنید اگر امروز یک سروی در جامعه اسلامی صورت بگیره شاید 90 فیصد مسلمان ها کسایی باشند که قرآن نمیفهم اصلا خب وقتی تو یک چیز نفهمی چی رو نفهمی چطور میخوای بره تطبیقش بکن وقتی دکتر برات یک دوا رو میده چند پاکت قر... قرص و شربت رو برات میده برات تو شیوه خوردنش رو نفهمی چطور استفادهش میکن اول ایمان بعدش یاد گرفتن بعدش فهمیدن در مرحله چهارم عمل کردن تطبیق قرآن کتابی برای زندگی کردن ای باید تطبیق بکنیم در زندگی ما تو این مسلمان میخوای مثلا ازدواج کنی جوان مسلمان یک دفعه مراجعه کن ببین قرآن در باب ازدواج چی برنامه داره کل آیات ازدواج جمع کن در یک جای ببین سه که چی چیز برداشت نکن کل اینا میخوای جهاد کنی می نیست یک مسلمان مثل تعبیری غلطی که امروز فقط نام جهاد میگیرن فکر میکنن که سر زدن و گردن بریدن و کشتن و قتل است بس معنای جهاد نیست هر جا کافر دیدی سرش بزنی و مالش به غنیمت ببری برداشت غلط است چی قواعد قرآن باز کرده بری چی اصولی رو کرده بری کتاب عمل است نیاز داره که تطبیق بشه در زندگی ما اصلا در داخل خانه ما چند فیصد ما در اخلاق اجتماعی ما قرآن رایت میکنم یک مثال ساده بدم لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانیسو و تسلم و على اهلها چی آدابی بهتر از این آداب اجتماعی باشه در بین اقربا دوستان فامیل یا در سوره نور در آیت دیگری که الله تبارک و تعالی میگه در سه وقت باید انسان ها از هم دیگر اجازه بگیره من بعد سلات الاشا من قبل صلاة الفجر و من از ظهیرتی در وقت چاشت این آداب است یعنی آدم به اینجا بسیار رنج میبره جناب عتید سیف که چی کتابی کتاب زیبایی داریم ولی متاسفانه استفاده نمی من همیشه برای دوستان گفتم اگر یک سوره حجرات ما در باب اجتماع به اصطلاح او را عمل بکنیم و تنظیم و شما منظم به شکل درست او را اجرا بکنیم و فکر میکنم در جامعه اسلامی دیگه اصلا چیزی باقی نمیمانه به نام کینه و کدورت و بغض و عداوت و دشمنی و جنجال و بد و مشکلات